اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فبینهما حجاب و على الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم ونادوا اصحاب الجنه ان سلام علیکم لم یدخلوها وهم یسمعون واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيدوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا بما كانوا بآياتنا يجحدون. مطلبی که در قرآن یک بار یا بیش از یک بار ذکر شد ولی به وفور ذکر نشد، درک صحیح آن سخت است، نیاز به تدبر بیشتری دارد. برای قرآن کن آیات شکلیه را تفسیر می کنند، این مطلبی چند جا تکرار می شود، فهرن با جنبندی این مطالب بهتر و آخونتر می شود با این محتوی است. ولی اگر محتوی یک جان یا مثلا یکی دو جا ذکر می شود و به طور بخور ذکر می شود، برای نیمی با محتوی اون تدبر بیشتری دارد. جریان تعلیم اسماء از این قبیل است که به علم آدم الاسماء، چون یک بار ذکر شد رسیدن به محتوی او سعد است، آسان است. جریان اعراف هم همینطور، این حجابی که بین جنت و نار یا بین اصحاب جنت و اصحاب نار کم در قرآن ذکر شد. اون که دور به بینه هم به سور الله و باب احتمالا همین حجاب باشه، ولی بالاخره اون آیه سوره حدیثی، این آیه سوره اعراف، اینا نظیر مطالب دیگری که در باره تقوا یا مثال اخلاقی دیگر یا علم و قدرت خدا آمده است، اینقدر به وفور نیست که تا با تعاطف یک دیگر در حد اون محتوا صحیح مؤثری داشته باشد. لذا باید بیشتر تدبر کرد تا روشن بشود که این حجاب چیست. در این گونه از موارد اقوال هم متعدد است و منشأ تعدد اقوال هم آن است که آیات در این زمینه کم است. حجاب چیست؟ اعراف چیست؟ اصحاب اعراف کیانند؟ در این امور اقوال فراوان. در باره اصحاب اعراف 12 بلکه 14 قول در مطلب، گرچه ممکن است اینها را به 3 قول برگردانیم ولی به نظر 14 قول در مطلب است. در باره اعراف هم اخبار متعدد. حالا با دید به اثره با تدبر کافی مطلب قابل عرضی تا حدودی که انسان با مستحیم شود برد میشاد. این که فرمود به بین همه حجابان به عرض اعراف رجالان، چه در این مطلب چه در مطالب دیگر، ما اگر بخواهیم مطلبی را که مربوط به دنیاست از آیات قرآن کریم استنباط بکنیم، این آیاتی که در باره دنیا سخن می‌گوید، درکش خیلی سخت نیست، برای اینکه ما با دنیا و فرهنگ دنیا و محاوره دنیا تا حدود معنوسیم. ولی اگر خواست در باره آخرت مطلبی را بیان کند و ما خواستیم اون آیاتی که مربوط به آخرت است بفهمیم، چون از محاوره آخرت خیلی اطلاع عمیق نداریم، نمی توانیم جریان آخرت را و دنیا بسنجیم، زیرا بسیار از مسائل آخرت دارای نظام خاص خودش است. اینی که جناب عبدو یا رشید رضا در تفسیر ادمنا خواستند بحثهای مربوط به اعراف را، مربوط به گفتگوی در قیامت را، همسان جریان دنیا قرار بدن، این تام نیست. یکی از شبهات و اشکالات علمنا رو این است که اگر چنون که ما
را برابر روایاتی که مثلا گفتن عباس هست، علی بن ابی طالب سلام الله علیه است و دیگران اینا دیگر صراط مستقرن و افراد را میشناسن، ایشون نقل دارد به اینکه خب که در اعراف جایی هستن که یعرفون خوردن به سیما ها، چه حاجت که در صراطی همچه افرادی باشن. یه وقت انسان در روایت اشکال میکند که این روایت از طریق صحیح نرسیده است که مثلا در صراط چه کسانی هستن. خب اون جای بحثای رجال است. یه وقت است که از در محتوایی مخصصی نقل کند. اگر ما در مقام اثبات دلیل قابل قبولی داشتیم، روایت معتبری داشتیم که در صراط وجود وارد است امیر المؤمنین سلام الله علیه مستقر هستند و افرادی که میخوان از صراط عبور بکنن اونا رو میشناسن که اینا بالاخره میروند و میفتن، چون بر صراط ناچارن عبور بکنن و زیرش آتش است، دو طرفش آتش است، از این صراط خود بگذرن تا به بهشت برسن. و این صراط هم از مبارکتر در شمشیر دوستر است. ادهی کلبرد خاطر از این صراط میگذرن، ادهی یمشی علا بطنه هم، ادهی یمشی علا رجلین هم، ادهی یمشی علا عرضه هم، ادهی افتان و فیزان میگذرن، ادهی میگذرن ولی لحظشون تو صراط بسته است، بسته است، بلاخره از آتش رو جاست بکنن میان دو صراط میگذرن، ادهی میگذرن که دستی هم با صراط ندارن. اینا که در مطلع صراط و مدخل صراط هم میدونن چه کسی میفته، چه کسی میرده، چه کسی افتان و فیزان میرده. اگر ما روایت معتبری داشتیم که ادهی بر صراط اشراف دارن و در صراط هستن، دیگه اشکال صاحب المنار وارد نیست که خب چون علی الاعراف رجال یعرفون کلن به سیما هم، چه حاجت که علی الصراط هم رجال یعرفون کلن به سیما هم، این چه حاجت به ما نمیرسه. خب در قیامت خیلی از امور است که در چند جا مطرح میشود، هم در صراط، هم عند حساب، هم در میزان، هم عند تطایر و رجوب، هم عند اظهار و جواره. اینا میدونن انبیا هم میشناسن، اولیا هم میشناسن، معصومین میشناسن، ملائکه میشناسن و فوق ذالک خود خدا هم میشناسن. حالا ما میگیم چون خدا همه را میشناسد نیازی به شناخت ملائکه نیست، یا چون ملائکه میشناسن نیازی به شناخت انبیا نیست، یا چون انبیا میشناسن نیازی به شناخت ائمه نیست، یا چون ائمه میشناسن نیازی به شناخت شاگردان مخصوص ائمه نیست. یکی نمیشه. اگه یه دلیل معتبری دلالت کرد در این که بر صراط مردانی هستن که یعرفون خودن به سیما هم، باز قبول میشه. نمیشد که چون در اعراف هم که نیزانی هستن نیازی به صراط هست، به دلیل این که همه این مواقع نیاز شده برای تشخیص حق و باطل هست، در هیچ جا به یکی از چیزهای دیگر اکتفا نمیشده. مثل بعضیان است که این که فرمود بین همه حجابون و آن اعراف رجال و یعرفون کلن به سیما هم، این رجال با اصحاب جنه گفتگوی دارد و نازدو اصحاب جنه. اینجا زمیر را بود، چون معلوم است که زمیر جنه هم در نازدو و همه رجال اعراف را میگرده و آن اعراف رجال که یعرفون کلن به سیما هم و نادو، یعنی این رجال اعراف نادو اصحاب الجنه را ان سلام علیه. تا اینجا روشن. اما از اون به بعد اقوال متعدد است که این ضمیر لم یلفظوها به ضمیر دوم یسمعون به چی برمیگرده؟ آیا لم یلفظوها ضمیر به اصحاب جنه برمیگرده یا ضمیر به رجال برمیگرده؟ و همچنین ضمیر هم یلمعون به رجال اعراف برمیگرده یا به اصحاب جنت برمیگرده؟ ایده گفتند که این دوتا ضمیر به اصحاب جنت برمیگرده. اصحاب جنت هنوز وارد بهش نشده ولی همه امیدی بهش دارن، در چنین فضایی رجال اعراف به اینها سلام میکنند و برهان نظام دهند و نادو اصحاب الجنه انفراد علیکم، یعنی رجال اعراف با کسانی که در آینده نزدیک به بهش می روند با اونها گفتگو می کنند و اونها سلام می کنند. اونها هنوز وارد نشدند اما همه بهش رو دارند.
چرا طمع دارن که جذب ندارن و اینکه اون صحنه قیامت را که میبینن خیلی ها حراست ناکن چون جا جد اخلاص چیزی قبول نمیکنن و اون هم که گوهر نایابت اخلاصه برای اینکه یه عالمی سراسر معصوم به طاهر یعنی بهشت و هیچ غضب در اونجا چه که جهنم هم سراسر غضب است هیچ رحمت در اونجا این بیان نورانی از درمی سلام و داره که در نحوه بلاغ آمدت از جهنم چیزی یاد مبرد دار و لیسی بیها و رحمت این نکره در سیاق نب هر گونه رحمتی را از جهنم مرده هیچ رحمتی در اونجا خب در مقابلش بهشتیست که لا نبخون فیها بلا ترسیم این هم نفیه دیل سن خب یه جهانی که یک نشعی که یه داری سراسر اسمت هست افراد میخوان اونجا داره خب تا طاهر محض نشدن که اونجا راه پیدا میکنه یا انسان باید سرمایه اخلاص را اینجا ببرن یا اونجا اینقدر معطل بشود که خالص بشود بالاخره به آخر و من یشبه از مراهیم چه ندن و ناپیزی دور نمقل اون وقت این هم یه حالا شایسته بهشتی لذا این گروه هنوز وارد میشدن اما طمع دارن امید دارن پس این دو زمیر لنگت گروه ها و هم یسمهون هم زمیر لنگت گروه هم زمیر هم و یسمهون همه این زمائر به این اصحاب جنده را میگرد از دیگر احتمالات میگرد احتمال دیگر که قبلا هم مطرحه میگرد که این رجالی که در اعراف مستقر رستن برای اصحاب القوم آخرهم اینا که مسئولین اممن اینا هستن تا اینکه امتاشون رو به بهشت بفرستن بعد به آخرشون راحت میشنن این رها معنی بود که قبلا گذشت یعنی اینا امید دارن طمع دارن که وارد بهش میشن لذی اون که خلیل حق فرمود و لذی اصرا و انجب فردی و ندیم با این که از خدا مسئلت کرد و ادیل من ذرت جنت نعیم اینا طمع بهش دارن که این طمع هم محمود و ممدوح هست و این خداوند از چین افرادی به نیکی یاد کرده و لذی یکو و رب را خوفن به طمع هست بس دو احتمال در این زمین ها هست و همچنین به ازاستور فت افصار و هم تلقا و اصحاب نار اون دو تا زمیر لمیت خلوها و همیت معون اگر به رجال اعراف برگشت این زمیر به ازاستور فت افصار و هم به رجال اعراف برگشت اگر اون دو یا دو زمیر به اصحاب الجنه برگشت که هنوز اینا وارد بهش نشدن اما طمع دارن این زمیر به اضافه به فرد افشار و هم به این اصحاب الجنه برمیده این بهشتی هایی که هنوز وارد بهش نشدن ولی به هر ترتیب چه این زمیر افشار و هم به رجال اعراف برگردد چه به اصحاب الجنه برگردد که هنوز وارد نشدن این محتوى مشترک است که اینا نمیخوان جهنم رو ببینن ولی گاه چشمشون میفتن یه دستن که نه میخوان ببینن به چشمشون میفته در باره مردان الهی از اولیای خاص رنگ دست در این باره که انبیا از اونها به عظمت یاد شد اینا اصلا نه گوش میدن به اون گوش جهنم نه به گوششون میرسن عده مجبورن گوش بدن عده بلو گوش نمیدن ولی بالاخره به گوششون میرسن عده هم لا یسمعون حدیثا لا یحزن و همون فضل و اکبر گوش نمیدن گوش رو نمیرسن این گروه اگر چشمشون بیفتد که همه وارد بهش نشدن نمیخوان جهنم رو ببینن ولی اگر چشمشون بیفتد میگن خدا یا ما رو با ظالمی محشون کن وقتی چشمشون به جهنم بیفتد ظالمی رو در جهنم میبینن بیاد به ازاز صرف از افتار و تلقا از خواب نار قاد ربنا ذاتت انما معرفت داریم این ربنا گفتنشون هم یه نحوه ابتزاز است عبادت نیست دعا نیست محصول عبادت است در دنیا این دعاها را داشتن که و زنا عذاب النار زنا یعنی حفظ بکن ما را از عذاب خودش اون جمع کن زنا عذاب النار زنا تک انما معرفت داریم
اونجا دیگه دعای عبادی باشد که به عنوان مستحب ذکر بکنند و سوای مقررت میشنید. خب پس در مرجع ضمیر ابصارهم دو قول است که آیا ابصارهم به رجال اعراب برمیگردد یا به اصحاب جنه، نظیر مرجع ضمیر لم یذکروها و هم یسمعون که دو قول بود. ولی به هر تقدیر چه به رجال اعراب برگردد چه به اصحاب جنه برگردد یا چه به اون گروه سومی که اصحاب اعراب و دراتکیه به اونها هم برگرده که نام اونها هم نیامده، پیام مشترکش این است که اینا از یاد از ابتدا مسئلت میکنند که اینها را با ظالمین محشورند. بعد تمود و نادا اصحاب الاعراب رجالا یعرفونهم بسیماهم. اینجا با اسم ظاهر خود به ضمیر اکتفا نکرد، نفرمود و نادا. این که نفرمود و نادا برای آن است که این ضمیرهای پنجگانه ای که در این وسط یاد شده است اینا به اون اصحاب اعراق و رجال اعراق بر نمیگردند. اگر این ضمایر خمسه به اون رجال اعراق برمیگشت دیگر نیازی به اسم ظاهر نبود. در اینجا میفرمود به نادو، چه اینکه در بالا هم فرمود به نادو یعنی رجال اعراق منادیان. در آیه 46 تموت و على الاعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم و نادو، چون اون رجال اعراف اسم ظاهر آورده شد ضمیر یعرفونه به اونها برمیگرده، ضمیر نادو هم به اونها برمیگرده. چون ضمیر نادو مرجعش مشخص بود لذا اسم ظاهر نیاورد به ضمیر، ولی از اون به بعد تموت به نادو اصحاب الجنه انسلام علیکم مخاطب کن که اصحاب جنه. این ضمیر لمیت بروها محتمل از همون اصحاب جنه برگردد یک، ضمیر خام و اصحاب جنه برگردد دو، ضمیر یسمعون و اصحاب جنه برگردد سه، ادا صورتت افسار و هم زمیر هم به اصحاب جنه برگردد چهار، قالو زمیر هم به اصحاب جنه برمیگردد پنج. این پنج زمیر وقتی به اصحاب جنه برگشت دیگه رابطه گسیخته میشود. اگر در آیه 48 بخواهد تماس به نازو این زمیر نازو و رجال اعراف برگردد و با این که پنج به زمین در این وسط به اصحاب و جنده برگشت مشتبه می شود. اگر در آیه 46 ترود به نادو یعنی رجال اعراف ادا دادن اونجا معلوم هستی زمین به رجال اعراف برمیگرد. اکنون که پنج زمین محتمل است به اصحاب و جنده برگردد نه به رجال اعراف، لذا در آیه 48 به اسم ظاهر آورده بزنید نه فرمود به نادو بلکه فرمود به نادو اصحاب الاعراف، یعنی همون رجال اعرافی که در آیه 46 منادی بودن و از اونها به ضمیر یاد شد بودیم به نادو، همون گروه اینجا یه ندای دیگری دارد. منتها مناسب این بود که بفرماید به نادو، اما چون در وسط پنج زمین به اصحاب الجنه برمیگردد اگر در اینجا میتوند به نادو ممکن بود این زمین هم مانند به ضمایر خمسه به اصحاب الجنه برگردد، لذا ظاهر آمد همون به نادو اصحاب الاعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم. نه دیگر اصحاب النار که طمع بهش ندارن، اصحاب النار که منکر نارن، ولی اینکه اصحاب النار رو ملاحظه فرمایید تقول این نزا حرم ها معرض کافرین Oh, my Lord, I'm going to be in the city.
اون ها میتونن وارد بهش بشوید. اون در آیه 49 هست، کسانی هم که یا مستضعفن یا حسنات سیئاتشون همتای همت خلد و همرا سارند آخر سیئات و بعد دست بیاده. الان همه نامی از اونها کنیا نیامده. الان اصحاب الجنه مطرح است و رجال اعراف، چون رجال اعراف و اصحاب الجنه ندا کردن، نداشون مشخص شد که سلام کرد، ان سلام علیکم. همون ندایی که بهشتی ها با یکدیگر دارن، رجال اعراف هم با اصحاب الجنه دارن. اما حالا این اصحاب الجنه وارد بهش شدن یا نشدن، این دو دهده ها دارن. یعنی زمیر لمیت و نورها و همیت و هم به اصحاب الجنه برمیگردن، اصحاب النار نداریم ما، چون رجال اعراف همه را با علامت ها میشناسن. این از جربن، چون همه را با علامت میشناسن در همون صحنه قیامت، به اون اصحاب الجنه رو علامتی که دارن سلام میکنن، در حالی که این اصحاب الجنه هنوز وارد بهش نشدن. و باز اون علامت شناسی که رجال اعراف دارن رو میکنن به اصحاب النار، میگن به این که ما امنا همتون جمع و تو موا کنتون تستش برو. این رجال اعراف همه را با علامت میشناسن، به اشتیها را با علامت میشناسن، با اونها یه ندای مسالمت آمیز دارن، میگن انسلام علیه. با دوم در قیام یک ندای توبیخ آمیز دارن، میگن ما اقنا هنکن جمعه تو با خوندون تصدق برو. نسبت به اون گروه هم که برا تکلیف هم به اذن خدا فرمان و ورود بهش میدهن، و هنون کسی وارد بهش نشده در صحنه قیامت هست. چون اگر بهشتی ها بهش رفته باشن، جهنم یا جهنم رفته باشن، که دیگه اینا لازم نیست ما به علامت بشنن. هر چیزی بهشتی بهش رفته، جهنمی جهنم رفته. جهنمی ها را بعد از جهنم و بهشتی ها را بعد از بهش رفتن شناختن کار آسانی. قبل از ورود در دوزخ اونا شناختن کار آسانی نیست. بینرم با سیما میشناسن. سیما هم که در چهره های اونها یه علم عالی نیست، اینجا نوشته نیست که این شخص چی کار بکنه. بعضی از افراد به چهرهای خاص و علامتهای مخصوص در میان، اونگاه اونا میفهمن که این شخص مثلا مؤمن بود یا منافق بود، معصیتکار بود، معصیتش هم تهمت بود، غیبت بود، دروغ بود، چی بود. هر کاری به نشانه ای داره. اینا که به اون بلندی قرار دارن بین اصحاب نار و اصحاب جنه، بین بهشت و جهنم یه حجاب، رو اون بلندای حجاب یه مردان خاص که اونا چون در مقام رفیع همه را با علامت ها میشناسن، رو میکنن به کسانی که علامت سعادت دارن، میگن سلام علیکم. رو میکنن به کسانی که علامت شقاوت دارن، میگن ما اغنا انکم جمعکم و ما کنتم تستکبرون. رو میکنن به افراد بلا تکلیف، میفرماید که ادخل الجنه. اینا فرمان روایان صحنه قیامت هست. خب اصحاب الجنه سیمای دارن، اصحاب النار هم سیمای دارن که رجال اعراف اینا رو میشناسن. اون رجال اعراف در دنیا هم اینا رو میشناسن. مرحوم فلانی رضوان در این نبو کسی بودی آقاده حضور بارک از زمین رومی سلام داره از جد من جزه مهمین شما دارم. دید هزر اعتنا نمی کنم. بار دوم گفت دید هزر اعتنا نمی کنم. بار سوم از خدمت از محبین شما نمیشی یا نشما نمیشی یا نشما نمیشی و نیستی از که چطور نیستم. فرمو در اون عالم ارواح دوستان ما را به ما نشون دادن، ما تو را ندیدیم. خوبی هم که علمی این که دیگه علم مدرسه و حوزه نیست،
این که علامت های قرار داری نیست. اینا میشناسن افراد وجود برای که از زمین درآمده بعد جریان سیپین 20 سال بعد از کربلا، 20 سال قبل از جریان کربلا بعد از سیپین عمور میکردن از هر پیاده شدن و مقدار اون خاک رو گرفتن بو کردن تا بودن آقونا همین جا اخر چیه؟ تا اون دیگه بعد از جریان های میان اینجا اینا عاشقان الهی اینجا مساره‌شون هست. بعد یک کسی تو صحنه بود و آمد به همسرش گفت که مولای تو تو میدونست همسر شیعه علی ابن ابی طالب یه همچه حرفی زده خواست نپذیره، گفت مولای من هرچه بگوید هم حق و همین طرف خواهد. مرحوم کاشوریتا رسمان داره که میتاره شدید کاشوریتا یا موجودات از این سلاقه داره داره کنه دوله باره کرده مؤمنین در بالای منبر مسجد کوفه داشتن موعظه میکردن سخنرانی میکردن. کسی آمده بود این معاویه مثلا مرده یا فلکست مرده خواستن بیاد کنه، البته جاسوسی بود از شام آمده بود که بالاخره معاویه بخواست همه که قبل از تعلیم میگیری یا بعد تو گفت را به بیچاره ببریم. بعد خبر آوردن که مثلا معاویه در شام یه حضر اعتنا نمیکنه. بعد گفتن نه فرونکس گفته فرونکس رمون نه اون نمود و نمیمیره مگر اینکه خروج میکن و از همین در مسیر کوه وارد میشن تو همین مسیر به پرچم میشن به دست فرونکس به پیغامبر حضرت میشه و اون نباید کارا بکنی ولی میکنی تو این کارا نکنی ها ولی میکنی او نمرده و نمیمیره تا مثلا فتنه ای رفا کنه و از همین در مسیر کوه وارد میشن. خب این چنین یکی دیگه به علامت های آبی یکی دیگه به دیگران هم در صحنه قیامت پیش کردنده این علم هست. خب شما این هر کاری که به توانید تبدیل از منار پیدا کنید، البته او که این معارف رو ندارد گرفتار دیگری خب ناچار اینا رو انکار بکنه. ولایت حساب دیگر، ایجاد حساب دیگر، علم غیب حساب دیگر، اون که در خانه اهل بیت طرف نیست و برش قابل ذات نیست. فرد خان از سیون رجال الهی همه را در تحنیه که اندر افرین و آخره به مجموع و ازام واضح و معلوم میشتستن. خب همون کسی که قول اعمال و قصیه رنده و عمل کن و رسول و بود مؤمنون اینه که همه اعمال را تو خوشان به اینا عرضه می کنند به اینا نشون بیدن و میشتستن، هر کسی را با نشانه خاص خودش میشتستن. خب حالا این که یه مکان بلندی نیست که مثلا جو اتفاق بذاشته باشد، این مکانت اولیاتی و رفعنا و مکان علیه و علل اعراب رجاله، وگرنه زمین که بسات که برچیده شد بر عبد قدره دویه داره بیانه آسمان ها که بس سماوات مسیحیات اون بیانه یه قله ای نیست بالا قله داره که معزنه ای بالا معزنه بیانه رفعنا و مکان علیه که مکانت اولیات کسی که در اون مکانت اولیا مستقر رد همه را با نشانه ها میشناسد. اونگا نسبت به سه گروه سه فرمان میکرد، سه جور حرف میزند با اصحاب الجنه که لم یز گروه ها به هم یسمعون نسبت اونا سلام میکنند، به اصحاب النار خطاب میکنند با اغنار انکم جمع کنم و ما کنم تستکر، به افراد بلا تکلیف کسانی که ترد و همه رساله ها و آخر ایجاد اصطبت حسنات هم و سیاد و هم شفاعت میکنن به اذن الله میگن خود خروف جنت الا خوف کن حالی کن بلا انتون کنن این هم شده آن این سیزایی رو باستن ولی که اونجا مقربین هند و اصحاب نیمرت هند و اصحاب شمال. اینجا یه از اصحاب شمال هم بقیه از خوال میمن هستن ممکن توشون مقربین هم باشد، ممکن است مقربان هم باشد اما مشخص نمی کنن که اینا جز مقربین هم جز ادرار هم. این قربانی اصابه را برمید آیه 48 که فرمود به نادا اصحاب الاعراف رجالن که به اسم ظاهر آورده به شنین است که چون زمائر خمسه در این بین به اصحاب الجنه محتمل است برگردد، لذا درباره اصحاب اعراف در آیه 48 اسم ظاهر ذکر فرمود به نادا اصحاب الاعراف رجالن یعرفونها بسیماهم که به این رجال منظور رجال اصحاب النار هست
کرام کار ما اقنا انتون جمع بکنی ما کنتون تذکرین. و همین رجالی که اینها را با سیما و علامت میشناسن که اینها از خواب و نارن میفرمان به اینکه شما نبودی که در دنیا نسبت به این طبقه محروم داوری میکردید میگفتید اینا اهل خیر سعادت نیستن، میگفتید قیامتی نیست، اگرم باشد اگر ما منقلبی داشته باشیم اونجا برگردیم مثل دنیا بهره خاص از خدا میبریم. اهاولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله برحمه، شما بودی که به ذواتی میگفتید هرگز رحمت خدا شامل اینا نمیشود. حالا می‌بینید ادخل الجنه، این ادخلو را و هاولا برمی‌گرده مخاطب اقسمتم همون اصحاب النارند، همون ما اقنا انکم جمع و کم و راکم کم تستکیرون، اون زمیر خطاب که جمع و کم و ما کن تو تستکیرون اون زمایر چهارگانه مخاطبه خطاب است که منظور همون اون اصحاب النار است. این رجال اعراف به این اصحاب النار که اون زمایر چهارگانه به اونا برگیرده مثلمان اقسم تون شما به صورت استفاده می گفتید حاولا به این گروه مستثب محروم اینا در دفرت خیر خدا نیستن. حاولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله رحمه، حالا ببینید اینا چگونه وارد بهشت بشن شما وارد جهنم. ادخلوا، این ادخلوا ضمیر خطابش به حاولا برمیگرده نه به اون جایی که چارت ضمیر خطاب برمیگرده. حاولا الذین اقسمتم لا ینالهم الله رحمه، شما خیلی بازه استفاده میگفتید میگفتید نه تنها اینا دسترسی به رحمت خدا ندارن، رحمت خدا با وسعتی که داره اینا نمیرسه. تو این دعاها به ما مختن بگیم خدا یا اگر دست ما به رحمت تو نمیرسه رحمت تو اوسر دان است که ما را فراموش کنه، به دست ما میرسه. اگر گناه ما زیاد است رحمت تو به اوسر دان، و اگر دست ما به رحمت تو نمیرسه رحمت تو به ما میرسه. این طبقه عشق یا در باره محرومی که این داوری باطل داشتن مبتن نه تنها اینها دسترسی به رحمت ندارن بلکه رحمت خدا باطل اینی داره اینا نمیرسه. اونگا رجال اعراف به این مستکبران مبتن که شما بودید که باید استقاضی مبتن که رحمت خدا باطل اینی داره به اینا نمیرسه، حالا بینید چی بینید میرسه قد کرون جنگه. چون احاولا یزین اقسم تون لا ینال هم الله برحمه، این با غیر از قوم یتمعون است. یتمعونی که خدا در اینجا میگوید همهش رو امضا میکند و قرآن زمان اینا اصحاب الجنه. خب چگونه اصحاب الجنه؟ نه چگونه اینا اصحاب الجنه؟ بله فهمون می شود که امضا شده است که اینها وارد بهش می شود. اینا حسناتشون بر سیئاتشون ترجیح داده شد، اصحاب المیمنت هم یا بالاخره تا کنون مشغول شفاعت شدن و بالاخره شدن اصحاب الجنه. این ملکه هست منطقه هنوز اجازه ورود بنا داده نشد، بلا تکلیف نیستن. اینها را گزارش نمی کردن، اینها اصحاب المیمنه بودن و روشن بودن، گرچه تبریح می کردن کار اونها را قبول نداشتن ولی سرزنش نمی کردن، ولی درباره دیگران که تغییرشون می کردن مثلا اینا چیم احاولا الذین من ندام به دیران یه تر تغییر می کردن، مثلا مثلا شما هم اینا تغییر می کردین یه بیتار امروز اینا بودجا می رسن، وگرنه اونها را زاده امره ایلا از اونها به عنوان اصحاب الجنه یاد کرد. یکی به امضا کرد که اینها طمع دارن، کسی که در صحنه قیامت طمع دارش روشد مجاز چیزی قیامت که طول از سرائر است کرد. یه عده در دنیا طمع خام در سر می پرورانه، این طمع کاذب است، اما یه عده ای در قیامت خدا در باب اونها تعبیر می کند اینا اصحاب الجنه هم. یکی و اینا همه ورود بهش دارن دو،
این معلوم چه امضا شده است. خب دیگران هم ممکن است بعضی از مراحل سیما را بشناسند، اما اونایی که در رفعنا و مکان عالیا بر اصحاب الجنه و بر اصحاب النار و بر الذین خرجوا عمل الصالحات آخر سیئات استوت حسناتهم و سیئاتهم استوت حالهم سلطه دارد، اونها یعرضون کلن به سیما. دیگران ممکن است بالجمله بشناسند، اما اینا بالجمله بشناسند، اینا رسوات اینا مجره کردیگر. هم در باره اصحاب الجنه فرمود و على الاعراف رجال یعلمون کلن به سیما، هم در باره اصحاب النار همون بناد و اصحاب الاعراف رجالا یعرفون هم به سیما. اینا بالجمله بشناسند، ممکن است دیگران بالجمله بشناسند. خب ممکن مقربون باشند، قابل تطبیق هست. مقربون و اصحاب المیمنه دیگه بلا تکلیف کنارش نیست. در جنون وارگ توبه مردم را تقریباً 4-5 تقسیم کرده، سابقون ذکر کرده، تابون مهدان ذکر کرده، مقرب ذکر کرده، والذین خلطوا عملا صالحا آخر سیئات ذکر کرده، اولئک که مرجعون لامر الله ذکر کرده. تقریباً در بخشای پایانی سوره وارگ توبه 5 گروه نام برده. در سوره واقعه جمع‌بندی کرده به 3 گروه. این 3 گروه هیچ کدام بلا تکلیف نیستن. مقررین که روح ریحان هست، اصحاب الیمین که اهل جنت هست و اصحاب المشرق اهل النار هست. دیگه کار تمام شده، جمع‌بندی شده. ولی اون چی در سوره مبارکه توبه رو 5 گروه تقسیم کرده، یه دمون بلا تکلیف هم بود اولای که مرجعون لامر الله. اینا مؤخرن ارجاع به تأثیر انداختن. مرجعه مرجعه چی میگن؟ یعنی اینا تأثیر نندازن تا اون چی میشود. مرجعه به امر الله یعنی ارجاع شدن با همزیر تحقیق تا خدا در باره اینا چی دستگیری بده. و اما اونی دستگیر باره که باقی آمده جمع‌بندی شده مقربی کیانن اصحاب میمنه کیانن اصحاب مشمول کیانن. خب خود احاولا جزین اقسم کن که لا ینالهم الله برحمه خود کنون جنبه لا خوفون حضیب نبرانتون احسن. الحمد لله.